اپل امسال هم مثل سال گذشته یک سری چهارتایی از گوشی‌های جدید خودش رو روانه بازار کرد. آیفون‌های امسال که سری 13 نام دارن، ابعاد، ویژگی‌ها و قیمت‌های متفاوتی دارن. اما کدوم یکی از این آیفون‌های جدید به درد شما می‌خوره؟ برای جواب دادن به این سوال شاید بهتر باشه که از اندازه گوشی‌ها شروع کنیم. سری آیفون 13 تو 3 تا اندازه مختلف عرضه میشه. کوچیک‌ترینشون که آیفون 13 مینی هستش، یه صفحه نمایش 5.4 اینچی داره. خود صفحه نمایش که واقعا کوچیک محسوب نمیشه، اما به خاطر حاشیه‌های کم اطراف صفحه نمایش کلن آیفون 13 مینی ابعاد کوچیکی داره. این گوشی حتی از آیفون SE 2020 یا آیفون 6, 7, 8 که صفحه نمایش 4.7 اینچی داشتن هم ابعاد کوچیکتری داره و میشه گفت که خوش‌دست‌ترین گوشی هست که اپل در حال حاضر داره تولید میکنه. اما شایعاتی که از آیفون های 14 به گوش میرسه اینطور به نظر میاد که اپل سال آینده قصد تولید نسخه مینی از آیفون های خودش رو نداره. از اگه گوشی کوچولو دوست دارید، این احتمالاً آخرین فرصت برای خریدش باشه. بعد از مینی میرسیم به آیفون 13. آیفون 13 یه صفحه نمایش 6.1 اینچی داره. این گوشی هم گوشی بزرگی محسوب نمیشه و خوش دسته. بعد آیفون 13 پرو رو داریم که اندازه و ابعادش دقیقاً عین آیفون 13 و ضخامتشون هم عین همه، ولی آیفون 13 پرو به خاطر جنس متفاوتی که تو ساختش به کار رفته 30 گرم سنگین‌تر از آیفون 13. و در نهایت میرسیم به آیفون 13 پرو مکس که بزرگترین گوشی تو سری 13 و واقعا گوشی بزرگیه. این گوشی از یه صفحه نمایش 6.7 اینچی استفاده میکنه و بهترین گزینه برای کساییه که بزرگترین صفحه نمایش ممکن رو میخوان. تو آیفون های جدید دو نوع کیفیت ساخت داریم، یکی برای آیفون 13 و 13 مینی و یکی هم برای 13 پرو و 13 پرو مکس. آیفون های 13 مینی و 13 کیفیت ساختشون عین همه، پشت شیشه، کناره های آلومینیومی و 5 تا رنگ مختلف. هر دوتا گوشی خیلی خوشگلن و خیلی خوب ساخته شدن و تو بازار نمیشه گوشی های زیادی پیدا کرد که کیفیت ساختشون به پای این دوتا گوشی برسه. آیفون های 13 پرو و 13 پرو مکس هم کیفیت ساختشون عین همه. این دوتا گوشی حتی از 13 مینی و 13 هم بهتر ساخته شدن. پشت گوشی از یه شیشه مات ساخته شده که اثر انگشت رو جذب میکنه و خیلی هم خوشگله. کنارهای دستگاه هم از استیل ضد زنگ ساخته شدن که براق و خوشگله، ولی خیلی راحت روش خط و خش میفته. در کل آیفون های 13 پرو جز خوش ساخت‌ترین و خوشگل‌ترین گوشی‌هایی هستن که الان توی بازار عرضه میشه. صفحه نمایش یه مورد دیگه است که 13 مینی و 13 عین همن و 13 پرو و 13 پرو مکس هم عین هم دیگه. صفحه نمایش آیفون 13 مینی و 13 سوپر رتینا XDR هست، از نوع OLED هستن و رزولوشنشون فقط یکم با هم تفاوت داره که اونم به خاطر تفاوت در اندازه صفحه نمایش، تراکم پیکسلیشون تقریبا مشابه همه و میشه گفت دو تا صفحه نمایش از نظر کیفیت هیچ تفاوتی با هم ندارن. هر دو HDR هستن، از ویژگی تروتون استفاده میکنن و روشناییشون حد اکثر به 1200 نیت میرسه که خیلی عالیه و کار کردن زیر نور آفتاب رو با این گوشی ها واقعا راحت میکنه. اما ویژگی که صفحه نمایش این دو تا گوشی نداره و صفحه نمایش آیفون های پرو داره، پروموشن یا همون رفرش ریت 120 هرتزی است. به کمک این رفرش ریت بالا وقتی دارید با صفحه نمایش کار میکنید، همه چیز یک کمی سریعتر و روونتر انجام میشه. گوشی های اندرویدی چند سالی هست که دارن از این ویژگی استفاده میکنن و خود اپل هم از چند سال پیش این ویژگی رو تو آیپد های پروش قرار داده، ولی امسال به آیفون اومده. روشنایی صفحه نمایش آیفون های پرو هم یک کمی بیشتر از آیفون های معمولیه. و در کل میشه گفت که اپل صفحه نمایش آیفون های امسالش رو خیلی خوب درست کرده. اما مهمترین تفاوت بین آیفون های معمولی و آیفون های پرو توی دوربینه. آیفون 13 مینی و 13 از دوربین دوگانه استفاده میکنن، یک دوربین واید و یک دوربین اولترا واید. سنسور دوربین اصلی امسال استابیلیزیشن رو داره که سال قبلی فقط تو نسخه های پرو موجود بود
به همین خاطر هم است که دوتا دوربین به صورت مورب قرار گرفتن، به خاطر اینکه سنسور اصلی بزرگتر شده. عملکرد دوربین در شرایط نوری ضعیف بهتر شده، ولی در شرایط نوری عادی تفاوت خیلی چندانی با نسخه سال قبل نداره. تو فیلم برداری هم همونجور که انتظار میره عملکرد آیفون ها خیلی خوبه. اما آیفون های 13 پرو از 3 تا دوربین استفاده میکنن: واید، اولترا واید و تلفوتو. کیفیت دوربین آیفون های پرو امسال فوق‌العاده است و عکس ها و فیلم هایی هم که با این دوربین ها گرفته شده اینو نشون میده. امسال به کمک این دوربین اولترا واید میتونید به یک شی کاملا نزدیک بشید و بدون از دست دادن فوکوس ازش عکاسی یا فیلم برداری کنید، یعنی همون عکاسی ماکرو. فیلم برداری پرورز هم یه ویژگی دیگه است که تو آیفون های پرو موجوده و پرورز یه فرمتیه که فیلمبردارای حرفه‌ای هنگام ساختن فیلم ازش استفاده میکنن، ولی حجم فیلم هایی که به صورت پرورز گرفته میشه خیلی بالاه و اگه قصد دارید از این ویژگی استفاده کنید بهتره که نسخه 128 گیگی رو بیخیال باشید. اپل چند تا ویژگی جالب رو هم توی اپ دوربین این 4 تا آیفون جدید اضافه کرده. یکیشون فوتوگرافیک ستایلز هست که به کمک اون میتونید میزان سردی و گرمی و تون عکس رو به طور دلخواه تغییر بدید و اون حالت رو به عنوان حالت دیفالت عکاسی انتخاب کنید. یه ویژگی دیگه که اپل اضافه کرده ویژگی سینماتیک مود هست که به کمک این ویژگی موقع فیلم برداری میتونید روی سوژه فوکوس کنید و در اون صورت بقیه چیزها کاملا تار میشن و میتونید فوکوستون رو عوض بکنید، روی سوژه دیگه فوکوس کنید و یه حالتی به وجود میاد که شبیهش رو توی فیلم های سینمایی دیدیم. اما این ویژگی هنوز خیلی بالغ نیست و فکر میکنم فقط همون چند روز اول ازش استفاده بشه و بعد اصلا فراموش بشه که همچین ویژگی هست. شاید اپل با کار کردن روی این ویژگی و بهتر کردنش بتونه تو سالهای بعدی کاربردی ترش بکنه. باتری همه ی آیفون های 13 با هم فرق داره و به ترتیب بهتر میشه. یعنی ضعیفترین باتری برای آیفون 13 مینی و بهترین باتری برای آیفون 13 پرو مکسه. باتری آیفون 13 مینی نسبت به نسخه سال قبلی بهتر شده و با استفاده معمولی یه روز رو دوام میارن. اما اگه زیاد ازش استفاده کنید قطعا باید قبل از پایان روز تو شارژ بزنید. آیفون 13 باتری خوبی داره، بازم نسبت به سال قبلی بهتر شده و میتونه احتمالاً یک روز رو حتی تحت استفاده سنگین هم دوام بیاره. آیفون 13 پرو باتریش از آیفون 13 هم بهتره و یه روز رو دوام میاره و آیفون 13 پرو مکس که باتری فوق‌العاده‌ای داره و هر کاری کنید، هر چقدر ازش سنگین استفاده کنید، خیلی بعیده که قبل از پایان روز باتریش تموم بشه و تحت استفاده معمولی هم دو روز رو راحت جواب میده. پردازنده به کار رفته تو هر 4 تا گوشی A15 بایانی که فقط تفاوتش اینه که GPU تو گوشی های معمولی 4 هسته‌ای و تو گوشی های پرو 5 هسته‌ایه، ولی در کل هر 4 تا گوشی عمل کرده فوق‌العاده سریعی داره. و در نهایت میرسیم به قیمت. همه گوشی ها از نسخه 128 گیگ شروع میشن. آیفون های 13 تا 512 گیگ و آیفون های 13 پرو تا 1 ترابایت امکان انتخاب دارند. آیفون 13 مینی از 699، 13 از 799، 13 پرو از 999 و 13 پرو مکس از 1099 دلار شروع میشن. با توجه به نوسانات نرخ ارز هم توی ایران قیمت گوشی های تفاوت میکنه، ولی فعلا قیمتشون این چیزیه که توی این عکس میبینید. خب دوستان، خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید.